نام خدا. سلام عرض می‌کنم. خب دوستان عزیز، خیر مقدم میگم خدمت شما برای دوره فاندامنتالی که ما قرار هست برگزار کنیم. این دوره یک ماراتونی خواهد بود. و انتظار این هست که در طی 20 ساعت یا بیش از 20 ساعت ما حداقل مطالب مقدماتی فاندامنتال رو بتونیم خدمت شما ارائه بدیم، به طوری که شما بتونید در دنیای واقعی موفق بشید که در واقع اقدام به تحلیل سرمایه گذاری بکنید. خب این یک کار صعبی است، یعنی کاری نیست که مثلا در طی 2 ساعت و 3 ساعت و 5 ساعت ما بتونیم به این هدف دست پیدا کنیم، اما بنده واقعا خیلی امید دارم که انشاءالله بتوانیم حداقل یک سری اصولی رو خدمت شما بیان کنیم که شما در تحلیل سرمایه گذاری انشاءالله از این قبل موفق باشید. من تقریبا مطمئنم که با این 20 ساعت شما احتمالاً یه چیزی حدود 70% 80% مسیر رو میروید. برای اینکه از این 70% به سمت 100% حرکت کنید، نیاز به این هست که خیلی ساعت‌های بیشتری، ممارست بیشتری داشته باشید. حالا اینکه آیا ارزشش رو دارد یا ندارد، این بستگی به شما داره. من در خدمت شما هستم که اگر صلاح دونستید، اگر بعضی از اعضای این گروه، بعضی از اعضای این کلاس بنا داشتن، صلاح دونستن که در کلاس‌های پیشرفته‌تری بعداً حضور پیدا کنند، ما یک دوره فاندامنتال 2 هم داشته باشیم. اما دوستانی که در کلاس اقتصاد پول بنده بودن، سیاست‌ها و بازارهای پولی جهانی، خب ملاحظه کردن که با 20 ساعت تقریبا ابزار خوبی رو به دست آوردن برای تحلیل بازارها، برای تحلیل تورم، برای تحلیل نقدینگی، برای رابطه‌ای بین بانک و بانک مرکزی، رابطه‌ای بین بانک و مردم، برای اینکه بدونن ضریب تکاثر چیه، برای اینکه بدونن سرعت گردش پول چیه. شاید این مسیری که با هم رفتیم، دوستان در ابتدای کار فاند خیلی هم گله داشتن، ولی در نهایت خب رضایتی که پیدا شد، خدا را شکر، خیلی رضایت بالایی بود. من امیدوارم که واقعا در این بار هم ما انشاءالله بتوانیم همین رضایت رو جلب کنیم و رضایت رو داشته باشیم. بنای بنده این هست که عرض کردم خدمتتون که در این دوره تنها و تنها به تحلیل مالی بپردازم، نه فقط مسائل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال رو بنا دارم خدمت شما عرض کنم، و برای این ما هم از اسلایدهای استفاده کردیم، از متون بین‌المللی انگلیسی استفاده کردیم، اینها رو به فارسی ترجمه کردیم. کار خیلی سنگینی بوده، یعنی دوستانی که در کلاس اقتصاد پول من بودن، وقتی در فکر میکنم روز 16 فروردین بود به من فرمودن که شما یک دوره فاندامنتال برای ما برگزار کنید، من حتی میخواستم اون دوره سوم پول رو متوقف کنم که بی سریعتر روی این کلاس فاندامنتال تمرکز کنم. و کاری که انجام شد این بود که از اون تاریخ تا امروز بنده مشغول هستم که برای شما مطالبی رو پیدا کنم و گیلین، زبان در زبان انگلیسی میگن گیلین، یعنی شما برید دونه دونه بردارید. من در تلاشم بر این هست که تک تک مطالب رو انشاءالله یکی یکی خدمت شما ارائه بدهم. یک خبر خوبی هم خدمت شما قبلن ارائه دادم، الان به طور کاملتر خدمتون عرض می‌کنم که خوشبختانه جناب آقای مهندس رجبی، مدیر عامل و بنیانگذار شرکت رهاورد یا شرکت مبنا، ایشون وقتی متوجه شدن که بنده تصمیم گرفتن این کلاس فاندامنتال رو برگزار کنم، زحمت کشیدن، با بنده تماس گرفتن و گفتن به تمامی اعضای کلاس هم برای یک ماه پسورد در واقع وبسایت رهاورد 365 رو من میدم و هم از اون مهمتر نرم افزار رهاورد نوین. دقت بفرمایید دوستان، نرم افزار رهاورد نوین یک نرم افزار چند میلیون تومانی، البته قیمت دقیق رو من نمیدونم، دسترسی به وبسایت رهاورد 365 فکر میکنم یه چیزی حدود 260,000 تومان برای 6 ماه یا 1 سال هزینه برای شما خواهد داشت.
اما از اون مهمتر نرم افزار هم هست. من کاری که انجام خواهم داد در این کلاس این هست که متون بین المللی رو انشاءالله خدمت شما ارائه خواهم داد و علاوه بر متون بین المللی ما سعی میکنیم از نرم افزار رهاورد 365 استفاده کنیم که بتونیم مثال هایی از اقتصاد ایران رو بشناسیم. من تا آخر کلاس سعی میکنم که نه فقط مطالب عمده سهل الوصول در تحلیل تکنیکال رو ببخشید در تحلیل فاندامنتال رو خدمت شما ارائه بدم، نه فقط این یعنی سعی کردم که اون مطالبی که واقعا نیاز هست خدمت شما ارائه بدم. فقط یک مورد خدمت شما عرض کنم، ببینید این 20 ساعت رو ما سعی می‌کنیم برسیم به تحلیل نسبت‌های مالی. نسبت‌های مالی ابزار بسیار پرقدرتی است، ولی ابزاری است که به عنوان کانتروورشال شناخته میشه. یعنی چه کانتروورشال؟ یعنی اینکه این ابزاری است که اگر شما درست نتونید از اون استفاده کنید خب دچار خطا خواهید شد و خطا در سرمایه گذاری یعنی فاجعه بعضی وقت. دقیق بفرمایید، شاید باور نکنید من بالای حالا در رقم دقیق یادم نیست، من حدود الان جلوی روی من 494 تا اسلاید برای شما آماده کردم. از این 494 اسلاید شاید حدود فقط 50 اسلاید مربوط به نسبت پی به ای و مربوط به ای پی اس باشه. دوستانی که با بازار سرمایه آشنا هستن شما چقدر راحت با این نسبت پی به ای برخورد میکنید، چقدر راحت ای پی اس رو محاسبه میکنید، ولی اگر بخواهید از نسبت ها به درستی استفاده کنید از این ابزارها باید به کنه مطلب دست پیدا کنید. این مسائل هست که شما در کشور ما اینها رو پیدا نمی کنید و انشاءالله بنای بنده این هست که انشاءالله شما بتونید به کنه مطلب دست پیدا کنید. خب بقیه مطالبی رو که من خدمت شما در این دوره 20 ساعت عرض خواهم کرد به دلیل این هست که شما برداشت بهتری از این نسبت‌های مالی و از صورت‌های مالی پیدا کنید. وقتی که ما این دوره رو تموم کردیم دوره دیگری ممکن هست اگر که تقاضا باشه من برای بعضی از دوستان که اتفاقا بیشتر میخوان در این مباحث غور کنن برای اون دوستان برگزار میکنم که مشخصا بریم به سمت مدل سازی مالی، یعنی میایم مثلا یک جریان نقد یک شرکت رو پیش بینی میکنیم بر اساس اون جریان نقد شرکت که پیش بینی کردیم ما میایم یک قیمتی برای اون شرکت به دست میاریم. این رو ما تحت عنوان والویشن یا ارزش سنجی میشناسیم. هدف عمده تحلیل تکنیکال چیزی نیست به جز والویشن. حالا من بارها شما اینو در همین اسلاید ها رو این مسئله تاکید کردم. اگر که قیمتی که شما والیو میکنید یعنی قیمتی رو که شما محاسبه میکنید بالاتر از قیمت بازار باشد، دوستان برای که حواس دوستانم جمع بشه من الان سوال میکنم از خدمت دوستان دقت بفرمایید بعد جواب و یادداشت بفرمایید یعنی در چت بنویسید جواب. اگر قیمتی رو که شما در محاسباتتون به دست میارید بالاتر از قیمتی باشه که امروز در بازار هست، مثال میزنم خدمتتون، یک سهامی رو شما قیمتش محاسبه کردید به ازای هر سهم 200 تومان الان قیمت بازاری 150 تومان هست، آیا این شرکت به نظر شما گران هست یا ارزان؟ اونهایی که میگن خب احسن نوشتن ارزان هست، درسته؟ پس چه بود؟ من دوباره خدمت بعضی از دوستان ممکنه که شک داشته باشن عرض میکنم خدمتون. ببینید قیمت سهام رو محاسبه کردید با استفاده از ابزارهایی که ما خدمت شما ارائه کنیم، قیمت سهام شما به نظر شما یک مسئله، قیمت سهام یک مسئله سابجکتیو هست برای کردی، یعنی که سابجکتیو یعنی وابسته به شخص هست. من قیمت سهام محاسبه می‌کنم 200 تومان، فرد دیگری محاسبه می‌کنه 100 تومان. برای من که 200 تومان محاسبه کردم وقتی قیمت بازار 150 تومانه این سهام سهام ارزنده ایه، پس من انتظار دارم که 25% پرایس اپریشیشن داشته باشن، قیمت من رشد کنه. فرد دیگر انتظار داره که قیمت 25% کاهش پیدا کنه و خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ من که پیش بینی این است که قیمت از این هم بیشتر افزایش پیدا کنه من خریدارم، اون فرد دیگر فروشنده است. و عجیب اینجاست که در بازارهای مالی دو طرف یعنی خریدار و فروشنده به هم دیگه میرسن،
هر دو به در جستجوی سود هستند، این معامله را انجام میدن. این معامله یک معامله وین لوز هست، یعنی یک معامله برنده بازنده هست. چرا؟ در نهایت یکی از این دو فرد درست تصمیم گرفته و یکی اشتباه کرده. دقیق بفهمم، این تفاوت داره بازارهای مالی، مخصوصا بازار سهام، تفاوت داره با سایر بازارهایی که شما مثلا درش خرید و فروش میکنید. مثلا یک میوه‌ای رو خرید میکنید، شما بازار تشریف میبرید به یک میوه فروشی، پرتقالی در اون میوه فروشی داره ارائه میشه، پرتقال شما خریداری میکنید. شما که پرتقال خریداری میکنید وقتی از این مغازه میاد بیرون خیلی راضی هستید. دوستان چرا شما وقتی از مغازه میاد بیرون راضی هستید؟ چون شما کمبود پرتقال داشتید، به اندازه کافی پرتقال نداشتید. درسته؟ دقیق بفهمید مثال رو ببینید چقدر فرق داره با سهام. شما وارد یک فروشی میشید، پرتقال رو خریداری میکنید، وقتی اومدید بیرون مثلا کیلوی 10,000 تومان، شما خوشحال هستید. چرا؟ چون در منزل پرتقال نداشتید، پرتقال احتیاج داشتید. ارزش پرتقال برای شما بیش از ارزش پولی هست که پرداخت کردید. شما 10,000 تومان پرداخت کردید برای یک کیلو پرتقال، ولی در ذهن شما نه به طور دقیق ولی به طور نسبی ارزش مثلا 10,000 تومانی که شما در جیبتون بوده کمتر از ارزش و مطلوبیت و هپینس و شادی هست که در نهایت اون پرتقال به شما برمیگرداند. خب تا اینجا مسئلهش مشکلی نداره، مسئله اینجاش مشکل پیدا میکنه. دقت بفرمایید، برای فروشنده پرتقال چگونه هست؟ برای من که حدود 30 سال هست من در بازار سرمایه حضور دارم، برای من ممکن این مسئله موقع ناملموس بشه. چرا؟ چون من همیشه در شرایط حضور داشتم که یک طرف برده یک طرف باخته. احسن خانم سمن نجفتی نوشتن وین وین سیچویشن هست در خرید و فروش کالا و خدمات. یعنی چه؟ یعنی اون میوه فروش پرتقال زیادی داره، اگر پرتقالش رو نفروشه از بین میره، فاسد میشه. هم اون خوشحال است که داره این معامله رو انجام میده، هم شما خوشحال هستید که داره این معامله انجام میده. هر دو طرف برنده بود. این یک خاصیت، یک حالت وین وین هست، یک حالت واقعا جذاب است. اما در بازار سهام هر دو طرفی که اومدن معامله کنن خود را زبل میدانند. من حالا یک سری، من حتی فقط اینجا تحلیل فاندامنتال خدمت شما درس نمیدم، من یه سری کوتیشن آماده کردم، حالا بعدا خدمتون یکی یکی ارائه خواهم داد، از بزرگان سرمایه گذاری در دنیا. این کوتیشن ها رو انشالله من خدمتون یکی یکی ارائه میدم. یکی از کوتیشن ها همین هست که در بازارهای سهام هر دو طرف معامله فرض رو برای میگیرن که زبل هستند، که دانا هستند، که عاقل هستند. کسی وارد بازارهای سهام نمیشه که معامله کنه که ببازه. مثال میزنم خدمت شما، سال 1397، سال 1396، من از دوستانی که الان 150 نفر 148 نفر ما در کلاس خدا را شد حضور پیدا کردم. خب دوستان عزیز، در آیا کسی از شما هست، دوستانی که پاسخشون مثبته فقط جواب بدن، دوستانی که در سال 96 در بازار سهام حضور داشتند، اون دوستانی که در سال 96 هم در بازار سهام خرید و فروش می‌کردند، لطفاً بنویسن بله یا مثبت بزنن. بله، بسیار خوب. خوبه، تعداد زیادی هم هستن. خب برخی از دوستان جدیدن. دوستان عزیز، اون سهامی رو که شما سال 96 اگر خاطرتون باشه حاضر نبودید مثلا با قیمت 100 تومن بخرید، در سال 99 شما حاضر شدید برای اون سهام 3000 تومن، 4000 تومن، 5000 تومن پرداخت کنید. قبول دارید؟ این واقعیت داره یا نداره؟ ببینید؟ خب اون وقت اشتباه میکردید یا الان اشتباه؟ بسیاری از این شرکت ها هیچ تغییری در وضعیتشون به وجود نیومده از اون زمان تا کنید. هیچ تغییری از... ببینید؟ واقعیت این است که مهمتر از همه چیز این هست که مارکت سنتیمنت تغییر کرد. مارکت سنتیمنت یعنی اون عاطفه بازار، نگرش بازار، نگرش من و شما، نگرش همه ما که دور هم جمع شدیم. در حالی که واقعیت این هست که اگر کسی سال 96 buy and hold،
من اینجا می نویسم خدمتتون، اگر کسی در سال 96 یک سیاستی رو در پیش می گرفت تحت عنوان buy and hold، من این رو با ازتون بزرگ می کنم و حالا دوستانم کم کم، دوستانی که جدید هستن هم آشنا میشن با این ابزارهایی که ما داریم، ابزار بسیار قدرتمندی است. من واقعا خودم امپرس شدم، یعنی تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی دیدم که این ابزار چقدر خوب میتونه کار کنه. چون برداشتم این بود که کلاس حتما باید کلاس فیزیکی باشه، ولی واقعا اینجا دیدم که خیلی خوب میتونه اینو ببینید. حالا من یه سری مسائل الان همین الان خدمت شما توضیح بدم. ببینید ما دو تا سیاست میتونیم داشته باشیم. آفرین آقای پیمان نجم. آقای پیمان نجم من به درستی نوشتم سیاست خرید و نگهداری. یه لحظه ایزه بفرمایید من چپ رو هم اگر بشه برای شما بزرگ کنم، اینو تا فونت چپ رو هم بزرگ. خب احسن، خرید و نگهداری. خب دقیق بفرمایید. پس ما دو تا سیاست میتونیم داشته باشیم، buy and hold یعنی خرید و نگهداری. این سیاست در مقابل تریدینگ قرار میگیره. تریدینگ یعنی چی دوستان؟ ببینم جواب رو نمیستم. احسن، خیلی فروش. تریدینگ، حالا تریدینگ یعنی معامله، معامله گری، کاری کرده. ولی آقای مسلمی خوب نوشتن، یا مسلمی یا مسلمی، آقا افشی. خرید فروش کوتاه مدت، شما مرتب بخرید بفروشید، بخرید بفروشید. خب، حالا شما دقت بفرمایید. اگر یک پورتفوی شما به یک پورتفوی کم ریسکی در نظر می گرفتید در سال 96 و شرکت هایی رو پیدا می کردید که ارزش ذاتی یا ارزشی که شما محاسبه کردید از طریق ارزش سنجی نسبت به ارزش بازار در اون زمان بیشترین فاصله رو داشته و در اون شرکت ها سرمایه گذاری می کردید و مطلقا خرید و فروش هم نمی کردید، فکر میکنید الان شما برنده بودید یا بازنده؟ دقیقا فرمود. ببینید دو نفر هستن، یکی مثل بنده، البته این لفظ بدی نیست، یکی مثل ما گرگ وال استریت. یعنی چی؟ یعنی بالاخره آشنایی زیادی داره با بازار، در بازار سالها حضور داشته. خب اون فرد وارد میشه و مرتب در بازار داره اخبار جمع میکنه و تصمیم گیری میکنیم که چه سهامی بخرم چه سهام بفروشم. فرد دیگری بوده در سال 96 وارد بازار شده و تا امروز تغییری نداده. ببینید کدوم برنده بوده. ببینید فرد اول که خرید و فروش میکنه، خرید و فروش کوتاه مدت و دائمی و مداوم انجام میده، تریدره. فرد دوم که بای اند هولد انجام میده، نگهداری میکنه، اون در واقع کیه؟ اینوستوره. توجه فرمودید؟ اینوستور برنده است یا تریدر برنده است؟ باریکالله. در بسیاری مواقع اینوستور برنده است. من مثال مشخص میزنم خدمت شما. آقای وارن بافت، ما بازم نقل قول ها و کوتیشن های زیادی از آقای وارن بافت در این دوره انشاءالله نقل خواهیم کرد و دوستان زحمت کشیدن، اتفاقا خیلی استایلای خوبی هم در آوردن، یعنی عکس های وارن بافت رو گذاشتن، متن انگلیسی رو نوشتیم، متن فارسی هم نه اینکه تحت و لفظی ترجمه کنیم بلکه مفهومی ترجمه کردیم اونجا گذاشتیم، انشالله به تدریج خدمتتون ارائه میدیم. ببینید آقای وارن بافت رو شاید برخی از دوستان بشناسن، یا اکثریت دوستانی که در این کلاس هستن در این دوره هستن شاید آشنای خوبی داشته باشن با وارن بافت. آقای وارن بافت یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در بازار سهام دنیاست. به اعتقاد بسیاری از افراد آقای وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار تاریخ بشر هست. آقای وارن بافت هفته پیش کنفرانس کال داشت. نتایج مالی برکشایر هاتوی که شرکت آقای وارن بافت باشه نتایج مالی رو ارائه داد. فکر می‌کنید آقای وارن بافت سود کرد یا ضرر؟ طبیعی است که ضرر هنگفت، ضرر هنگفت به بار آورد. توجه فرمودید. خب آقای وارن بافت خیلی خیلی با تواضع اونجا مطلبی رو مطرح کرد که من الان خدمتتون می‌خوام ارائه کنم. واقعا من شاید در، یعنی واقعا این احترامی که آقای وارن بافت در دنیا کسب کرده احترام بی دلیل نیست. اسمشون هست The Sage of Omaha. Sage یعنی چه دوستان؟
سیج، The Sage of Omaha. کسی نمیدونی؟ نه آقای آریان خوب ننوشتی. نه جادوگر نه مطمئن باید برم تو دیکشنری ببینم نکنه من جادوگرم میده. نه سیج فدیز آفرین. آقای محمدی خیلی خوب نوشتی. حکیم، من ترجمه کردم به حکیم، حکیم اوماها. یعنی انقدر این حکمت داره در صحبتاش که صحبت میکنه و انقدر تواضع داره که خیلی مردم رو تحت تاثیر قرار داده در سراسر دنیا. آقای وارن بافت هفته پیش اولا یه چیزی گفت، آقا من حتی در خرید فروش سهام ممکن اشتباه کنم و اشتباه کردم. بعد ایشون اعلام کرد، گفت من تمام شرکت های هواپیمایی که خریده بودم فروختم، چون ایشون تصور میکرد که شرکت های هواپیمایی یک نوع سرمایه گذاری بلند مدت مناسبه، ولی به این نتیجه رسید که اشتباه کرد. من آقای وارن بافت که بیشترین سابقه رو الان در دنیا شاید در بازارهای مالی داشته باشه، 90 سالشه، حداقل من 20 سال، من 20 سال پیش آمریکا بودم و در 20 سال پیش من خودم در واقع مسائل آقای وارن بافت هم جدا بال می‌کرد. یعنی من سال 2003 از آمریکا برگشتم. ولی از اون زمان من مسائل آقای وارن بافت رو دنبال می‌کردم. ایشون یک نکته خیلی جالب گفت، گفت من متخصص پیک کردن یا انتخاب کردن سهام هستم، من حتی متخصص بازارها هم نیستم، من نمیتونم تشخیص بدم که یک بازاری مناسب هست یا نه. در حال فرمودی پس ببینید حالا آقای وارن بافت کارش چی هست؟ کارش باین هولد هست، یعنی سهام رو میخره نگهداری میکنه. اگر استایلش رو شما بخواید در نظر بگیرید که چه استایلی سرمایه گذاری میکنه، آقای وارن بافت یک نوع استایل سرمایه گذاری میکنه که تقریبا شاید بالاتر از 90% افراد خبره در جهان از اون طریق عمل نمی کنند، از جمله بنده. یعنی من در یافتن سهام هایی با، البته من از این نظر آقای وارن بافت کاملا همسو هستم که من هم معتقدم که سهام رو باید در بلند مدت خرید، من هم معتقدم که باید تعداد ترید کم باشه. من به ندرت فردی رو دیدم که به طور روزانه ترید کرده و موفق بوده و ثروت جمع کرده. از اون طرف فردی رو دیدم که buy and hold forever. آقای وارن بافت وقتی سهام می‌خره 30 سال نگه می‌داره، 40 سال نگه می‌داره. و می‌بینید که موفق بوده. البته من مثل آقای وارن بافت سهام رو 30-40 سال نگه نمی‌داره. باز هم اون شاید اون کف نفس رو شاید من ندارم که مثلا بگم این سهام مدیریت خوبی داره، خب من که 30 سال نگرش داره. من خودم در این مدت 2-3 سالی که مجددا برگشتم ایران و در بازار سرمایه ایران مجددا فعال بودم، چون میدونید که من از 1370 وقتی دانشجوی لیسانس شدم، مرحوم پدرم یک پولی به من داد، من به بازار سهام بردم. اون زمان بازار بورس در خیابون حافظ بود و برای اولین بار من اونجا در سن 18 سالگی سهام خریدم و کسی هم در اون ساختمون تقریبا نبود و خاطرم هست که از چه شخصی من این سهام رو خریداری کردم، چون خودش و خانمشون که یکی از کارگزاری ها بودن. خاطرم هست همون در واقع دو سال بعدش بود، در سال 72-73 بود، دو جوان دو برادر وارد بازار بورس شدن، چون جا نبود یک در واقع دکه‌ای به اینها دادن در بازار بورس، در بازار در ساختمان حافظ در طبقه دومی که افراد میشستن رو به اون در واقع تابلوی معاملات، در اونجا یک دکه به اینها داده بودن شاید یک متر در یک متر. یعنی این دو برادر که خیلی هم لاغر بودن نمیتونستن هر دو بشینن داخل اون دکه، که چوب کشیده بودن، پارتیشن زده بودن، که من اسمشون به خاطرم هست، همون برادران آذرخش بودن، دو تا برادر بودن، جوانانی بودن که وارد بازار شدن و کارگزاری مفید رو اون زمان احداث کردن. من از سال 1970 در بورس بودم و این 3 سال که برگشتم ایران مجددا در این بازار فعالیتمو شروع کردم. من حدود مثلا هر 6 ماه یک بار تا 9 ماه یک بار پورتفوی سهامو تغییر میدم. از اول پورتفوی رو میچینم. بر چه اساس این کارو انجام میدم؟ بر اساس در واقع فیلترینگ. دوستان عزیز، من بنام بر این است که انشاءالله در جلسه آخر کلاس ما با همدیگه فیلترینگ انجام بدیم.
با همدیگه فیلترینگ انجام بدیم که شما بتونید یک سری سهام خاص رو این ابزار رو من در اختیار شما قرار بدم. هر زمان فرصت هم نداشتید، شک هم داشتید، در طی نیم ساعت یک ساعت به یک سری سهام مناسب برسید که عرض کردم شاید حدود 70% شما رو موفقیت نزدیک کنه. 70% شما رو موفقیت نزدیک کنه. اگر این رو ترکیب کنید با در واقع ترکیب کنید با بحث تکنیکال، برداشتن این هست که تکنیکال هم به شما کمک میکنه شاید 2-3% وضعیت رو بهتر کنید. آخه من پس صدام ضعیفه؟ من آیه پور عباسی من صدا رو تنظیم کردم قبلا، ما تجربه داشتیم دوستان. من صدام خوبه؟ بله بله اوکی، اجازه بفرمایید. پس دیگه ننویسید. من صدام خوبه دوستان عزیزی؟ اگر صدا مشکل دارید اشکال از گیرنده است احتمالا. پس دقیق بفرمایید که من انشالله بنا دارم که نه اینکه روش خودم رو به شما منتقل کنم، روش سرمایه گذاری خودم رو، البته ابایی ندارم از اینکه روش سرمایه گذاری خودم رو به شما منتقل کنم، ولی این یک بحث شخصی است. شما باید خودتون تصمیم بگیرید که چگونه میخواهید سرمایه گذاری کنید. ولی من انشاءالله بنا دارم و کاری انجام خواهم داد که بعید میدونم در ایران کسی انجام داده باشه. حالا عرض میکنم چرا خیلی بعید میدونم کس دیگری بتونه بیاد یک کلاس فاندامنتال برای شما بذاره که یک چنین مطالبی رو به شما منتقل کنه. ولی من بنا ندارم مسائل شخصی خودم رو، استایل شخصی. شاید شما بخواید که مثلا سهام رو بخرید در همیشه نگه دارید، یا شاید شما بخواید مثلا سهاماتون رو در عرض یک هفته، دو هفته، یک ماه تغییر بدید، مشکلی نداره. ولی توصیه اکید بنده این هست که اگر شما سهام خرید و فروش می‌کنید، حتما اون سهام از بنیاد قوی برخوردار باشه. درست فرمودید؟ خب من الان این سوال از شما می‌پرسم در نقض صحبت خودم. دوستان عزیز، الان کسانی که در بورس بودن و بنیادی سرمایه گذاری کردن در این 3 سال برنده شدن، یا کسانی که تکنیکال سرمایه گذاری کردن؟ آقای علی گفتن که بنیادی، آقای سعیدی گفتن تکنیکالیست، آقای بهرامی، نه آقای بهرامی دیگه نگید، هر دو معلومه دیگه. بله. حالا من چیز خودم رو خدمت شما بگم. من احساسم اینه که بعضی از دوستان که مثلا بنیادی با بنده دارن تعارف میکنن. دوستان شک نکنید کسانی که تکنیکال در این 3 سال سرمایه گذاری کردن برنده بودن به طور مطلق. کسانی که مطلقاً به مباحث کسانی که مطلقاً به مباحث بنیادی توجه نکردن در این 3 سال برنده بودند. ما فهمیدید در این 3 سال برنده بودند. علی‌رغم این بنده هیچ وقت، آفرین آقای امین، آقای کامرانی عزیز، برادر آقای کامرانی عزیز، دوستان بسیار خوبنده هستن، یک بزنستان بسیار موفق، چیزی اونجا نوشتن که واقعا من میخواستم الان خدمت شما هستم. نوشتن که جر آخر پاییز میشه. دوستان شما اگر ریسک کردید شما احتمالا ریترین خواهید داشت، بازدهی خواهید. اما من به جرأت خدمت شما عرض میکنم، به جرأت خدمت شما عرض میکنم که در بازار سهام ریسک کردن روی سهام هایی که از بنیاد قوی برخوردار نیستند مطلقا به جای مناسبی نخواهد انجامید. این از من داشته باشید. متوجه شدید؟ نه، نوشتم تو این بازار تکنیکال جواب نمیده. نه عزیز من، آقای مجد، تو این بازار اتفاقا فاندامنتال در جواب نمیده. تو این بازار اتفاقا فاندامنتال، ولی من اصلا حتی میتونم در این حد شدت شما توصیه کنم که حتی اگر کاملا تکنیکال رو نادیده بگیرید شما در این بازار برنده اید. ولی اگر فاندامنتال رو چشم پوشی کردید دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره که شما همه هستیتون رو خواهید باخت. چرا من کلاس رو در ماه مبارک رمضان در آخر شب برای شما برگزار دارم میکنم؟ به خاطر اینکه میترسم دیر بشه، به خاطر اینکه پیامی میخوام از طریق این کلاس به شما انتقال بدم که اگر شما تحلیل فاندامنتال درستی نداشته باشید ناگهان مواجه میشید با
با ریزش بازار. من در این کوتیشن خدمت شما بعدا انشالله ارائه خواهم داد، ملازم فرما یک جمله دارم از پیتر لینچ. خب ما وارن بافت رو مطرح کردیم به عنوان بزرگترین سرمایه گذار در واقع تاریخ شاید سرمایه گذاری دنیا. کسی از دوستان میدونه آقای پیتر لینچ کی هستن؟ خب آفرین به آقای پیتر لینچ. استاد ایلیوت نخیر استاد رو نمیدید؟ بله استاد رو نمیدید. استاد رو الان شروع میکنید. دیگه الان نباشه. نه نه. نه. آقای نه استاد وارن بافت آقای پیتر لینچ نبودن. آقای مستنی چیزی نمیشتن که به جمله پیتر لینچ خیلی نزدیک است. حالا من نمیدونم آقای منظورش نبوده جمله ایشون هم نه. در واقع کسی هم اینجا. احسن. آقای گراهام. بن گراهام هم من خیلی کوتیشن های زیادی از آقای بن گراهام هم خدمتتون ارائه خواهم داد. همین قدر آقای بن گراهام استاد آقای وارن بافت هست و کتابی نوشته فکر میکنم در دهه 30 میلادی. تا اونجایی که خاطرم هست Intelligent Investor یا چنین چیزی از نام کتاب. من در حال بفرمایید که من چه زمانی این کتاب رو خوندم. من از سال 1970 در بورس بودم، بعد رفتم آمریکا، اونجا محصل بودم، اونجا در بورس فعال بودم، در بازارهای دنیا سرمایه گذاری میکردم حتی زمانی که دانشجو هم بودم. بعد برگشتم ایران. من اونجا البته در آمریکا این سبک ارشد اقتصاد گرفتم، یک MBA فایننس گرفتم، در ایران هم یک MBA در واقع یک مسترز یا یک مدرک کارشناسی ارشد مهندسی سیستم ها داشتم. لیسانس من از دانشگاه صنعتی شریف، من لیسانس یا کارشناسی مهندسی صنعتی گرفتم. بعد که برگشتم 3 سال من در ایران بودم و بعد به عنوان نایب رئیس سیتی بانک یا وی پی در سیتی بانک در دبی، در سیتی پرایوت بانک در دبی مشغول به کار شدم. یه سفری به ژنو داشتم، اونجا مصاحبه داشتم در سیتی بانک و بلافاصله من گفتن که اگر میتونی دبی بری ما زودتر قرارداد شما رو آماده میکنیم که شما سریعتر به بانک سیتی بانک بپیوندید. شاید بعضی از دوستان بدونن که سیتی بانک اون زمان بزرگترین بانک دنیا بود و هنوز هم جزو بزرگترین بانک های دنیا است، هرچند که الان 5 بانک بزرگ دنیا هر 5 تا بانک های چینی هستند، ولی نه اینکه بانک های چینی مثلا پیچیده ترین بانک های دنیا باشند، نه، همچنان بانک های آمریکایی و برخی از بانک های اروپایی اینها پیچیده ترین مؤسسات مالی جهان هستند. و خب تجربیات خیلی گرانبهایی بنده به دست آوردم در سیتی بانک به خاطر اینکه من 1 سال در سیتی بانک مسئول در واقع سرمایه گذاری ها بودن، یعنی هم کسی بودن به پشت صحنه پورتفوی برای افراد خیلی متمول تنظیم می کردن. متشکل بود از میوچوال فاند و هیج فاند و پرایوت اکوتی. حالا شاید در دوره دیگری من اون مسائل رو هم خدمتتون توضیح بدم برای کسانی که علاقه مند باشن به سرمایه گذاری بین الملل. اما بعداً خب بعد از سیتی بانک من استاد بانکداری دانشگاه وولنگام شدم، دانشگاه سالی وولنگام که یک بزرگترین شعبه در واقع شدید از بزرگترین شعبات دانشگاه ها در کشورهای خارجی باشه که در دبی. و اون زمان من یک جمله از آقای وارن بافت خوندم، چون از کردم من آقای وارن بافت از سال 90 چیزم سال 90 دنبال اما یک جمله از آقای وارن بافت موندم که در مورد بن گراهام نوشته بود. در مورد بن گراهام نوشته بود که ایشون استاد من بود، اگر من هر چه دارم از بن گراهام دارم. در از اون کتابی که بن گراهام نوشت. و آقای وارن بافت میگه من این کتاب رو کلمه به کلمه بارها خوندم. نه یک بار، نه دو بار. بارها و بارها من کتاب آقای بن گراهام رو خوندم. خب من در سال فکر میکنم سال 2012 یا 2013 بود که من کتاب آقای بن گراهام رو خوندم و خیلی از ازشون واقعا درس گرفتم. حالا ما در این دوره خدمت شما اون نتایج رو که از آقای بن گراهام ما کسب کردیم من خدمت شما ارائه خواهم داد. یک تعداد از نقل قول هم از آقای بن گراهام.
خب این از این کنار، چون گفتم که استاد آقای وارن بافت بوده، آقای بن گراهام هست که استاد آقای وارن بافت هست. و دوستان دقت بفرمایید، من وقت شما رو تلف نمی کنم، اینو دقت بفرمایید، این که من دارم این اسامی رو به شما دارم یاد میدم و عنوان میکنم، اینها یک سری کلید موفقیت در بازار سرمایه هست، در بازارهای مالی هست. خیلی پس آقای پیتر لینچ نبود که، بله آقای جعفر بود، من حواسم هستم که بگم آقای پیتر لینچ استاد آقای بن گراهام نبود. ببینید در دهه‌های 80 و 90 یک شرکت در واقع یک سبد سرمایه گذاری به وجود اومد به نام ماجلان. این سبد سرمایه گذاری تبدیل شد به موفق‌ترین و بزرگ، یکی از بزرگترین سبدهای سهام در دنیا. چه کسی باعث شد که این سبد انقدر رشد کنه؟ آقای پیتر لینچ. نفهمیدید؟ بنابراین اگر من نقل قولی میکنم از آقای وارن بافت، از آقای بن گراهام و از آقای پیتر لینچ، لطفاً خیلی جدی بگیرید. نفهمیدید؟ لطفاً خیلی جدی بگیرید. این مطالب برای من هیچون نمی جاییده. آقای پیتر لینچ احسن یکی از دوستان آقای احمد صدقی نوشتن که پیتر لینچ یکی از مدیران افسانه وال استریت، دقیقا همین عنوان رو به کار میبره. خب حالا آقای پیتر لینچ چی میگه؟ ماجلن، بله ماجلن درست نوشتن. این در واقع اون زمان فکر میکنم تا اونجور یادم میاد ماجلن این در واقع سبد هم در فیدلیتی، یعنی فیدلیتی یک فاند هاوس بود. هاوس یعنی خونه، فاند هاوس یعنی خونه سبدهای سرمایه گذاری، بزرگترین خونه سبدهای سرمایه گذاری لااقل در اون زمانی که من در بازار مالی بودم شرکت فیدلیتی. بزرگترین سبد شرکت فیدلیتی هم سبد ماجلن، بزرگترین صندوق، بزرگترین میوچوال فاند های ماجلن. خب آقای ماجلن چی میگه؟ ببخشید آقای پیتر لینچ چی میگه؟ آقای پیتر لینچ یک صحبت داره که خیلی جالبه. میگه اگر شما آماده نیستید برای، میگه ببین اینجوری اول شروع میکنه، میگه بازارها همیشه ریزش دارن، همیشه ما ریسشن داریم، همیشه ما رکود داریم، اگر تو آماده نیستی برای دوران سخت، برای دوران رکود، اگر امروز که هوا آفتابیه آماده نیستی برای شب، در آماده نیستی برای این بازار، وارد این بازار نشو، در نهایت شکست می‌خوری. همین الان وضعیت بازار ایران رو ببینید. وضعیت بازار ایران به این صورت خواهد بود که مرتب این سهام‌ها رشد خواهد کرد مثل دفعات گذشته. یعنی بارها این قضیه، این داستان اتفاق افتاده. این برای بنده مثل یک فیلم تکراری که حداقل 5 بار من خودم این فیلم تکراری رو متاسفانه دیدم که بازار رشد میکنه، بعد سرعت رشد زیاد میشه، بعد یک لحظه همه فروشنده میشوند، همه فروشنده میشوند، خریداری دیگه در بازار وجود نداره، شما سهامتون فریز میشه. تفاوت بازار امریکا و ایران اینه که در بازار امریکا بازار سقوط میکنه ولی سهام فریز نمیشه، در بازار ایران سهام فریز میشه به خاطر اینکه خرید و فروش محدودیت داره. بسیار سیاست اشتباهی، بسیار سیاست اشتباهی. من جنگیدم تا امروز که این سیاست ها انشاءالله یک روزی لغو بشه. افرادی با بهترین پرستیج در این کشور همین سیاست ها رو متأسفانه در کشور اعمال کردند، مثل سیاست محدودیت حد نوسان که مثلا نسبت من که 5% یا نسبت من که 3% هست دیگه. چه سیاست، چه محدودیت بزرگی در بازار هست؟ این میدونه از دوستان بازار سهام ما احسن حجم مبنا. حجم مبنا یعنی چی؟ یعنی که شما خرید فروش میکنه، قیمت تغییر میکنه، میگن چون به اندازه کافی خرید فروش نشده، باز همون قیمت پارسال. یعنی خیلی هم پیچیده است، یعنی داستانی داره واسه خودش. کسانی که در دنیا نبودن، آشنایی ندارن بازار جهانی، فکر میکنن که شاید این حجم مبنا، ببینید چون اسمش قشنگه دیگه، حجم مبنا، فکر میکنم دا بود مثلا این چیز در مثلا کتاب های پیشرفته سرمایه گذاری ما تحت این عنوان داریم، که مثلا در وال استریت داره اینجور این حجم مبنا مثلا داره اجرا میشه. نه عزیزان من، اصلا که این چیزی نیست، اینها در واقع نابود کننده بازار هست. خب حالا وضعیت تفاوت بازار ایران و بازار امریکا این هست که چون حجم مبنا داره و چون دامنه نوسان محدود هست، وقتی که بازار ریزش میکنه جلوی ریزش بازار رو میگیره و باعث میشه سهام شما فریز بشه. خب
و افراد یک در واقع یک نوع احساس تصنعی از ریسک فری بودن یا بدون ریسک بودن به بازار منتقل میکنه. دقت فرمودید، با تصور بازار اینه که این بازار ریسک نداره. الان شما امروز دیدید بازار چند تا واقعا چند درصد سهام های بازار امروز منفی بودن؟ من فکر نمی کنم 10% سهام ها امروز منفی بودن. پس این چرا اینطور چیز شده؟ اصلا نباید این اتفاق بیفته. نه، امروز 10% منفی شاید داشته، 5% شاید منفی داشته، 5% سهام ها امروز منفی بود شده، کمتر از 10%. مطلقا نباید بازار به این سمت بره که همه خریدار باشن. چرا؟ چون در آینده همه فروشنده هم و شما فقط نمیدونید سهام کنید بفروشید. خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حالا دقیق بفرمایید آقای پیتر لینچ رو من خدمت شما عرض میکردم. آقای لینچ میگه که باید آماده باشید برای روزهای ابری، باید آماده باشید برای شبهای تار. اگر آماده نیستید وارد این بازار نشید، خیلی ضرر. دوستان عزیزی که الان در این کلاس شرکت کردید، دوستان عزیزی که سهام دارید، چند درصد شما اگر سهام شما امروز بازار فرو ریخت، سهام شما فریز شد، فریز شد یعنی منجمد شد، شما دیگه نتونستید بفروشید، چند نفر از شما آمادگی دارید سهامتون اونجا 5 سال بماند؟ و چند نفر از شما واقعا تصور این است که بعد از 5 سال این شرکت ورشکست نشده است؟ مفاهیم آقای رحمتی میگن من آمادم، آقای خیابانی میگن من آمادم. خیلی خوبه، اگر آماده هستید خیلی عالی است، اگر هم آماده نیستید خب خیلی مشکل پیدا خواهید کرد. به سرعت من خدمت شما عرض می کنم، به سرعت برید به این سمت، تک تک سهام ها رو ببینید، ببینید آیا از وضعیت سوداوری، آیا از وضعیت نقد پذیری، آیا از وضعیت پول نقد شرکت، آیا از وضعیت بدهی های شرکت، آیا از وضعیت مدیریت شرکت، آیا از ترکیب سهامداران شرکت، آیا از مقدار سود نقدی به EPS شرکت، آیا از مقدار EPS شرکت، آیا از خدمت شما ارشاد احسن از هیئت مدیره شرکت اطلاع دارید یا ندارید، آیا برای 5 سال آینده خیالتون نسبت به این مسائل راحت است یا راحت نیست؟ اگر راحت نیست بروید به سمت اینکه فعلا از این بازار خارج بشید تا این کلاس تموم بشه. مطالب من مطمئنم روی کرد شما تغییر خواهد کرد، شک ندارید. و بعد مجددا اگر صلاح دونستید یه سهام بخرید. ارزش داره که یک ماه یک مقدار صبر کنید، مداومت داشته باشید و بعد از این یک ماه با یک اطمینان خاطری وارد بازار بشید. پس صحبت من تا الان به اینجا رسید که در بازاری مثل بازار ایران که به دلیل حجم مبنا، به دلیل کنترل نوسان، به دلیل دست بردن در خرید و فروش، به دلیل دست بردن در عرضه و تقاضا در بازار متأسفانه، این بازار یک بازاری هست که ناکاراست. حالا ما تعریف کارایی رو اگر من فرصت کردم بعدا خدمتتون میگم یا در دوره دیگری در دوره سرمایه گذاری بعدا خدمتتون ارائه خواهم داد. اگر بازار ناکارا باشد شما می توانید از روند بازار درس بگیرید، از روند بازار درس بگیرید. پس بنابراین در تحلیل تکنیکال شما موفق هستید. من یه سوال از شما می پرسم دوستان، اون افرادی که تحلیل تکنیکال انجام میدن تحت چه عنوان شناخته میشن؟ آفرین. چارتیست یا تکنیکالیست؟ چارتیست یعنی این که فردی که به چارت نگاه میکنه، چارت یعنی منحنی، به منحنی قیمت نگاه میکنه و به این نتیجه میرسه که من بخرم یا بفروشم. این فرد تحت عنوان چارتیست شناخته میشه، در تمام یا تکنیکالیست شناخته میشه. بازارها معمولا در بازارهای کارا چارتیستا خیلی نامحفظن، خیلی نامحفظن. در بازار کارا چارتیستا موفق، یعنی بازار اگر درست عمل بکنه تکنیکالیستا نمیتونه موفق بشه. چرا؟ برای اینکه اگر بازار پیش بینیش این باشه که مثلا قیمت سهام، قیمت شرکت مثلا گوگل در 5 ماه دیگه مثلا 1100 دلار هست، همین امروز قیمت جامپ میکنه، میپره به 1100 دلار میرسه،
اما اگر شما دیدید همه بازار معتقد است قیمت سهام، قیمت مثلا گوگل داره از 1000 میره به 1100، همه بازار به این اعتقاد داره، ولی طول میکشه تا این اتفاق بیفته. وقتی طول کشید یک سری از افراد در این بازار برنده هستند، اون هم چارتیست ها یا تکنیکالیست ها هستند. خب چه کسی بازنده است؟ چه کسی بازنده است دوستان؟ اگر بازار کارا نباشد، بازار کارا، من یک اسم دیگه برای این بازار دارم، بازار کارا یا بازار عادلانه، فیر مارکت، فیر مارکت پرایس. فقط عجول ها نیستن، کسانی که نیاز مادی دارن، کسانی که آمادگی ندارن، کسانی که آماتور هستن. پس ببینید جنگ بین دارا و ندار هست اینجا، جنگ بین کسی است که بیشتر با این بازار آشنا هست و کسی است که کمتر آشنا هست. ثروت از افراد که کمتر آشنا هستن چارتیست ها و تکنیکالیست ها میکشن به سمت خودشون جذب میکنن. خوب بود؟ این مطالعه شدید؟ خب پس این بازار خب بازاری هست که میتونه در کوتاه مدت موفق باشه. یا مثلا سواد مالی رفتاری، البته مالی رفتاری چون که خیلی خیلی در واقع بازه ای که داره پایین هست، مالی رفتاری یک تخصص خیلی پیچیده است که شما اگر بتوانید تمام این تخصص ها رو با هم دیگه ترکیب کنید و روی مارکت انامالیز، مارکت انامالیز من به شما میرسم، اگر کسی نیست، هرچند که مارکت انامالی یعنی بازار کارا نیست، اما مارکت انامالی یعنی که خلاف قاعده داره صورت میگیره. مثال میزنم خدمت شما، در بازارهای بین المللی یک اثری داریم تحت عنوان جنوری افکت. جنوری افکت خفتم دو آفره، خلاف قاعده بهتر است خلاف رمان، خلاف قاعده بهتر است خلاف رمان. باید فرمودید ببینید ما یک اثری داریم تحت عنوان جنوری افکت. جنوری افکت یعنی چی؟ یعنی معمولا در بازارهای مالی یکی از ماه‌های سال هست که معمولا در اغلب موارد بازده مثبت داشته. یه ماه ژانویه بوده. در بازار بین‌المللی افراد می‌بینن روز آخر اگر بنا هست مثلا سهام بخره، سعی می‌کنه مثلا هفته آخر ماه دسامبر سهامشو خریداری کنه. یا هفته اول ماه ژانویه سهامشو خریداری کنه. و در هفته آخر از ماجانیه بفروشه، حالا اگر میخواد زود از بازار خارج شه. یا مثلا مثل فصل مجانی ما باید بعد حالا رفتم تحقیق کردم حالا مثلا چقدر این مارکت انامالی، این جنوری افکت چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. این نتیجه رسیدم که مثلا شاید مثلا 10 بیسس پوینت. بیسس پوینت یعنی 0.01%. وقتی میگیم 10 بیسس پوینت یعنی 0.1%، یعنی 10,000 ممکنه شما سود بکنی اگر در 100 سال هر ماه ژانویه سهام بخرید. مثلا پس ناچیزه. ولی اگر شما بتونید در واقع انقدر تخصص داشته باشید که صدها مارکت انامالی رو در نظر بگیرید. صدها مارکت انامالی در نظر بگیرید. این میشه روانشناسی بازار. من نمیدونم در ایران چه درس بودن تحت عنوان روانشناسی بازار. ولی اینها روانشناسی بازار ها دقت بفرمایید. اینقدر تعداد این مطالب زیاد هست که خیلی حالا من باید مرتب یادم بیاد با سوالایی که شما میفرمایید و بحثایی که با هم دیگه دارید که تا اونجا که بتونم خدمتتون ارائه بدم. و بعضی شما خودتون برید در بازار اینها رو بررسی بفرمایید، خودتون چک کنید ببینید کدوم بهتره. مثل همین مارکت انامالی، ببخشید، مثل همین جنوری افکت یا اثر ژانویه، من یک زمانی در دبی بودم، اونجا سهام خرید و فروش می‌کردم. من به نظرم رسید که ماه رمضان در دبی یا در کل کشورهای عربی یا حداقل در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای GCC، ماه رمضان یک ماهی هست که بازده سهام کاهش پیدا میکنه. چرا به این نتیجه رسیدم؟ چون بسیاری از افراد اونجا اینجوری بود که در ماه رمضان صبح در واقع میخوابیدن، شب بلند میشدن به کارشون میرسیدن و مارکت صبح باز بود و حجم معاملات به شدت کاهش پیدا می‌کرد. ما اومدیم یک تستی انجام دادیم که ببینیم آیا رمضان افکت، من می‌تونم سرچ بکنم، رمضان افکت ما داریم در
بازارهای کشورهای اسلامی و کشور مثلا جی سی سی. به نظر شما نتیجه چه بود؟ به نظر افکت داشتیم یا نداشتیم؟ به نظر افکت، آها من اینجوری فکر داشتم دیگه، حالا از فهم به نظر افکت به نظر شما مثبت بود یا منفی بود؟ من خودم تست این بود که چک کنم منفیه دیگه. به نظر افکت به نظر شما مثبت بود یا منفی بود؟ آها خوبه، خب هم مثبت نوشتن دوستان هم منفی نوشتن. واقعا چه بخواهی من فکر میکردم که رمزان افکت نقش منفی داره، بعدا مطمئن شدم رمزان افکت نقش مثبت داشت در این بازارها. حالا به هر دلیلی در این بازارها در ماه رمضان رشد میکردن، اما در اون سالهایی که من ملاحظه کرده بودم رمضان نقش منفی داشت. بعد من متوجه شدم که یک دلیل دیگری داشته همواره برقرار، خیلی عجیبه، مارکت انامالی که همیشه برقرار باشه بدون استثناء تقریبا در تمام سالهایی که من سرچ کردم، من بررسی کردم بازارهای به عنوان مثال بازار دبی، بازار سهام دبی در ماه جون یعنی در ماه خرداد و تیر منفی بود بدون استثناء و منفی درست حسابی ها، یعنی نه مثلا جنوری افکت، یعنی منفی مثلا منهای 1%، منهای 2%، منهای 3%. آفرین. در ماه جون مدرسه که تعطیل میشد بسیاری از افراد از دبی میرفتن، دیگه اونجا حضور نداشتن، سهامشون هم میفروختن و میرفتن. و ببینید حالا ما چرا اسم میذاریم مارکت انامالی یا خلاف قاعده؟ دلیلش این هست که کدوم قاعده رو من میخوام مد نظرم هست. قاعده این هست که اگر فرصت آربیتراژ وجود داشته باشه، اگر فرصت آربیتراژ وجود داشته باشه، آربیتراژ اپورتونیتی، آربیتراژ اپورتونیتی، اگر فرصت آربیتراژ وجود داشته باشه افراد از اون آربیتراژ استفاده می کنند. درسته؟ پس اگر شما بدانید که هموار بازار سهام در ماه جوان کاهش پیدا میکنه، شما در ماه می سهامات رو میفروشید، در ماه جولای چیکار میکنید؟ میخرید. درسته؟ متوجه قاعده شدید؟ قاعده این هست، میگیم وقتی میگیم خلاف قاعده، قاعده این هست که اگر فرصت سرمایه گذاری واقعا پابرجا باشه افراد باید از اون فرصت استفاده کنند. اگر افراد از اون فرصت استفاده کنند در ماه می قبل از ماه جون، در ماه می قیمت سهام افزایش پیدا میکنه، ببخشید کاهش پیدا میکنه، در آخر ماه جون افزایش پیدا میکنه، پس بعد از یه مدتی باید این فرصت برای همیشه از بین بره. درسته؟ یعنی اگر افراد آربیتراژ، یعنی که آربیتراژ یعنی که از تفاوت قیمت ما بتونیم استفاده کنیم، یعنی یک فرصتی در بازار باشه که ما بتونیم از استفاده کنیم. البته تعریف دقیق علمی الان خدمتتون ندادم خانم تاجی، الان تعریف دقیق علمی خدمتتون ندادم، همین رو در نظر بگیرید که در یک فرصتی سرمایه گذاری وجود داره. مثلا اینکه شما از شمال ایران پرتغال می‌خرید در تهران می‌فروشید، اونجا پرتغال ارزونه در تهران گرونه، یک فرصتی که شما پولدار بشید، اینو میگه فرصت سرمایه گذاری. حالا صحبت اینجاست که در بازارهای مالی اگر واقعا مارکت انامالی وجود داشته باشه، این مارکت انامالی باید چی بشه؟ این مارکت انامالی باید باعث بشه که افراد جذب اون بازار بشن و از این استفاده کنن. وقتی میخوان از این بازار، از این فرصت استفاده کنن، قیمت‌های سهام به نحوی تغییر میکنه که بعد از یه مدت این فرصت از بین میره، ولی این فرصت همواره شما میدونید که در بازار باقی میماند. پس چه شد؟ پس مارکت انامالی ها برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم ممکنه از بین بروند، خیلی وقتا در بازار باقی میمانند. مارکت انامالی هایی داریم مثل مثلا ویکند افکت، فرایدی افکت در مثلا در کشورهای دیگر، در کشورهای غربی، احتمالا در کشور ما باید بشه ونزدی افکت، یعنی بعضی از افراد هستن روز جمعه سهامشون میفروشن، روز شنبه صبح دوباره میان میخرن، باز دوباره اونجا جمعه برخصید، اونجا جمعه میفروشن، روز دوشنبه صبح میان میخرن، اینجا مثلا روز شنبه میخره، روز چهارشنبه میفروشه. حالا چهارشنبه باید بیقرار، اینجا ما یه جور دیگه بیقرار کنیم بمانم، ولی این واقعیت داره. ببینید اینها یک فرصت های سرمایه‌گذاری هست.
اینو بهش میگیم behavioral finance یا behavioral finance یا مالی رفتاری. دوستان اگر بنا هست شما در زمینه مالی رفتاری صاحب نظر بشید، بدانید که مثل این تحلیل فاندامنتال نیست که با 40 ساعت با 20 ساعت من به شما میگم با 20 ساعت سرمایه گذاری که الان شما انجام دادید در این کلاس شرکت کردید، اگر واقعا شرکت کنید، اگر واقعا همت داشته باشید در این کلاس، من به شما قول میگم که بازده سرمایه گذاری شما به نحو محسوس تغییر کنید. اما اگر میخواید در همین 20 ساعت شما در نظر بگیرید، برای تحلیل تکنیکال هم شما احتیاج به 20 ساعت شرط داشته باشید. اما اگر شما واقعا میخواید در زمینه مالی رفتاری متخصص بشید، کار 10 ساعت و 20 ساعت نیست. دقت بفرمایید، کار یک کار مداوم پژوهشی است. یعنی کسی که در زمینه مالی رفتاری متخصصه، هزاران فرضیه بازار رو چک کرده، آزمایش کرده و در ذهنش هست. من توصیه‌ام این هست که دنبال مالی رفتاری نروید مگر اینکه واقعا میخواید در بازار سرمایه برای همیشه حضور داشته باشید. یک کار تخصصی مثل کسی که میخواد جراحی مغز انجام بده، با کسی که میگه همه سالها وقت میذاره که جراحی مغز آموزش ببینه، واقعا باید بعد از اونم جراحی مغز ادامه بده، نه اینکه بره مثلا زفتوش بشید. فقط فرمودید اون باید جراحی مغز رو ادامه بده. ما همیشه باید فرقه جدی داشته باشیم، در کنارش هم یک سری قابلیت ها باید بیاموزیم و داشته باشیم. خب آقای پرخ اجازه بفرمایید من حالا این سوالی که کردم، من منبع خدمت شما معرفی نمی کنم. منبع همین کلاسی هست که حالا البته من این مطالب کلاس رو، این اسلاید هایی رو که من تهیه کردم از کجا تهیه کردم؟ از وبسایت اینوستوپدیا، مشهورترین وبسایت سرمایه گذاری در دنیا، آموزش سرمایه گذاری در دنیا. البته در اختلاف فقط آموزش بود، الان مقاله های فایننس بسیار خوبی هم در این وبسایت شما پیدا میکنید. وبسایت اینوستوپدیا، من میخوام شما آموزش ببینید که از این وبسایت استفاده کنید و من سعی می‌کنم حتی زبان انگلیسی اینا رو به شما یاد بدم. اینوستوپدیا رو من خدمتتون می‌نویسم، پس شما در تشریف می‌برید www.investopedia.com. به اینوستوپدیا نوشته میشه ولی اینوستوپدیا خونده میشه. شما تشریف می‌برید اینوستوپدیا.com. همیشه سعی کنید با این investopedia.com همیشه عجین باشید. طولی هم حالا نه، در این مطالبی رو که ما فعلا گذاشتیم برای شما خودی نیست، ولی خب دوره های طولی هم داره. investopedia. من یک نکته دیگری میخواستم حالا خدمت شما از آبه بسیار. ببینید اگر ما این دوره رو تمام کردیم و واقعا من دیدم تعداد حداقل بالای 50-60 نفر آمادگی داشتند، بعد من در زمینه تحلیل فاندامنتال یک دوره علمی برگزار خواهم کرد. دقیقا فرمودی یک دوره علمی برگزار خواهم کرد، اون هم احتمالا 20 تا 30 ساعت طول بکشه، ولی دقت کنید اگر تعداد بنزین کافی نباشه واقعا برای بنده صرف نداره. چرا؟ برای اینکه من یه سال 2013 در دانشگاه اولانگون که بودم، من یه کتابی رو تدریس کردم، کتابی بود در زمینه Financial Statement Analysis. دوستان Financial Statement Analysis رو شما فارسی بنویسید. تحلیل صورت‌های مالی. خب تحلیل صورت‌های مالی یک مبحثی است بین فایننس و حسابداری. تحلیل صورت‌های مالی، ببینید فرضی که الان در دنیای فایننس بیشتر پذیرفته شده این هست که بازارهای مالی کارا هستند.
وقتی بازارهای مالی کارا بودن، شما چندان تفاوتی نمی کند که در کجا سرمایه گذاری کنید. بازارها فراز و فرود خودشون رو دارن. شما سرمایه گذاری می کنید 20 سال طول می کشه، بعد از 20 سال هم یک بهره خوبی، یک سود خوبی رو شما به دست خواهید آورد. این فرض علم فایننس است. بنابراین اگر شما درس دیگری که ممکنه بعدا در خدمتتون باشه تحت عنوان investment analysis، حتی من در زمین investment analysis در همین دوره که الان خدمت شما هستم، من یک ساعت investment analysis خدمتتون درس خواهم داد که میشه چی؟ میشه تحلیل سرمایه گذاری یا portfolio construction، کاری که من درس دیگر داشتم portfolio construction. خب در این موارد وقتی که ما داریم صحبت میکنیم، فرضمون در این هست که بازار کاراست. یعنی بازار، وقتی بازار کارا بود، تفاوتی بین دانا و نادان در بازار نیست. تفاوتی بین اینکه شما تلاش بکنید برای یافتن سهام یا تلاش نکنید برای یافتن سهام نیست. از نظر علم اقتصاد، اون تئوری های مارکت افیشنسی و کارای بازار پذیرفته شده است. از در واقعیت، در واقع همین تحلیل های صورت های مالی یا تحلیل صورت های مالی اتفاقا خیلی وقتا جواب میده. یعنی در واقعیت اون فرض مارکت افیشنسی یا کارای بازار نقض میشه. اگر من الان دارم خدمت شما فاندامنتال انالیسیس تدریس میکنم، یعنی من معتقدم اگر شما 20 ساعت وقت گذاشتید درستون بهتر میشه. باید فرمودید من معتقدم درستون به مراتب بهتر خواهد شد با این تحلیل 20 ساعته. یعنی چه؟ یعنی فرض بازار کارا این هست که اگر شرکتی مناسب نبود برای سرمایه گذاری، دیر یا زود از بازار خارج میشه. بنابراین اونجا توصیه این است که سبتون رو متنوع بکنید. باید فرمودید سبتون رو متنوع بکنید. همین. و متنوع سازی رو میگیم diversification. diversification یعنی متنوع سازی. سبب اگر متنوع باشه از اون سهام از بین رفتن مشکلی ندارد. اما مشکل اینجاست که ما در یک بازاری داریم کار میکنیم، مثلا در بازار کشور ما، که تعداد زیادی جانک وجود داره. دوستان جانک یعنی چی؟ جانک یعنی بنجل. تعداد زیادی شرکت بنجل وجود داره. تعداد زیادی شرکت وجود داره که ممکنه خوب هم باشن، نه بی ارزش نیست آیه خوب براباسی فان دقیقا بنجل. چون یه وقتای بنجل رو به شما میندازن، اما نداری؟ میرید میوه میخرید، بعد میاد میبینید که مثلا هندونه خریدی سفیده، آشغال به شما میندازن. دوستان شما متاسفانه یا خوشبختانه کلا در دنیا بازارهای استاک مارکت، بازارهای که توش آشغال زیاد پیدا میشه، این رو بدونید به درد نخور. آشغال داریم ممکنه که شما بهای کلان بذاشت. تجربه‌ای که بنده دریافتم در ایران، تجربه ای که آقای رحمت دوستان بازار پایه قرمز، آقای رحمتی اگر واقعا کسانی که در بازار حضور دارن، مدیریت بازار رو که دارن، می توانستن به خوبی تصمیم بگیرن که کدام بنجل هست و کدام بنجل نیست، وضعیت بازار ما الان به سمت کارایی رفته بود. آیا این هستی توانایی اصلا بود؟ توانایی این دانش کلا خیلی محدوده در کشور ما الان. پس بنابراین تعداد زیادی کالای بنجل ما داریم، این کالاهای بنجل با قیمت‌های سرسام آور داره به فروش. من مثلا مثال بزنم خدمت شما. خب ما تعداد زیادی شرکت داریم، بالاترین بازدهی رو در طی 3 سال گذشته، حالا این تحقیقی که من می‌دیدم، فکر می‌کنم کدوم شرکت باشه؟ یکی از شرکت‌ها بوده 13,000% بازدهی داشته. 13,000% بازدهی داشته. خب فرقی کس نمی‌دونه. فکر کنم رنوش یکیشون بود. بله. نه، فرمان کسی نیده. پشبافی توس. حالا نمیدونم. پشبافی توس. 13,000% بازدهی داشته شد. حالا من اصلا نمیدونم این ورشگاه هست. اصلا ورشگاه هست نیست.
ولی تعداد زیادی از شرکت هایی که بازدهی های خیلی بالا داشتن، نه اینکه در آستانه ورشکستگی باشن، اصلا کلا ورشکستن و افراد دارن اینا رو میخرن. دیر و زود داره، سود به سود نداره. ببینید دولت ما که از نظر مالی که اینقدر قوی نیست، دیر و زود داره، سود به سود نداره که این شرکت ها برای همیشه یک سری از سرمایه گذاران خودشون رو به ورطه ورشکستگی خواهند کشاند. خودشون ورشکست هستن، ولی تعداد زیادی رو به ورطه ورشکستگی خواهند کشاند. شما شک نکنید. من مثلا میزم شرکتی که سودده، شرکتی که شنواسه تولید میکرد، شرکتی که شنواسه تولید میکرد، این شرکت داره 40 تومن سود میده، این شرکت 40 تومن سود میده، قیمت این شرکت زیر 5000 تومن، قیمت شرکت زیر 5000 تومن، یعنی چی؟ باید فرمودید، خب این اصلا این رابطه قطعه. حالا این شرکت سودده، ما چند درصد شرکت های بازار سرمایه ما سودده هستن؟ فقط هم این شرکت همه شرکت بدی به حساب نمیاد نسبت به بازار سرمایه. بیست درصد سود هستن؟ نه آقای، بیشتر. از نظر حسابداری یه چیزی شاید حدود 50% شرکت های بازار سرمایه سودده هستن. شاید نیزی حدود 50% سود هستن، 50% زیانده هستن. اون 50% که زیانده هستن در طی 3 سال گذشته وضعشون از نظر زیاندهی بدتر شده. وضعشون مرتب بدتر شده. قیمت های اون شرکت ها شاید تا 10 برابر افزایش پیدا کرده، قیمت سهام شد. و این وضعیت خیلی خطرناکی بود در آمده. در مقابل شرکت هایی که سودده بودن، بله، مشمول ماده 141 هستن. مشمول ماده 141 یعنی شرکت ورشکسته است. بخواهم فهمیدید؟ در مقابل شرکت هایی بودن که اینها کاملا شرایط نرمالی داشتن از نظر سوداوری. من یک کاری کردم 2 ماه پیش، لابد بعضی از دوستان ملاحظه فرمودن. من واقعیتش اینو خدمت شما با چیز خدمت شما عرض کنم، با صداقت خدمت شما عرض کنم. من میخواستم درسی به بازار بدم و این بود که فرصت های سرمایه گذاری ریسکی برای من بود که اگر بنا نداشتم پورتفوی خودم رو افشا کنم، شاید در اون فرصت ها من سرمایه گذاری میکردم. اما بنا داشتم که به بازار بگم که من که بالاخره شاید تجربه بنده در فقط بازار ایران به مراتب از نظر سالی اگر شما در نظر بگیرید به مراتب بیشتر از هر فرد مشهوری است که در این بازار حضور داره. یعنی شما برید فقط یک نفر نام ببرید که بالاتر از، یعنی اون طرف سال 70 سرمایه گذاشت در بازار بورس شروع کرده، که بعید میدونم چون ساختمان حافظ سال 69 افتتاح شد. یعنی فرمودید؟ پس مسئله اینجاست. من 3 ماه پیش اومدم یک در واقع فیلتر ران کردم روی بازار، همون کاری که میخوام جلسه آخر کلاس انشالله برای شما انجام بدم، این مطالب رو ما جمع‌بندی کنیم و مطلب با ارزش خدمت شما ارائه بدیم که همیشه به عنوان یک سوغاتی خدمت شما بماند. من اومدم فیلتری زدم و از این فیلتر رو 20 تا 30 تا شرکت مناسب برای سرمایه‌گذاری باز هم در آوردم که قیمت بازارشون پایین تر از قیمت بازار، پایین تر از قیمت ارزش ذاتی یا ارزش منصفانه یا ارزش عادلانه. من اینا رو به دست آوردم، حدود 5 6 تا رو انتخاب کردم و در پورتم گذاشتم. واقعیتش رو بخواید وقت زیادی من روی اینا گذاشتم. وقتی اینو گذاشتم شاید یه چیز حدود یک ساعت. یک پورتفوی جدید ساختم. این پورتفوی رو بعد خیلی داشتم بر اساس انیوی من ساخت کردم. این پورتفوی من به بازار ارائه دادم. جالب اینجاست که احتمالاً این پورتفوی بهترین بازدهی رو در بازار داشته. البته بازار همه مثبت بود. ولی این پورتفوی از روزی که معرفی شد تا هفته پیش یه چیزی حدود شاید هر روز روزی مثلا 4% تا 5% رو بازده داشت. فقط فرمودید چرا؟ چون در انتهای سیکل رونق بازار کم کم آگاه میشه و رو میاره به سهامهایی که از نظر فاندامنتال قوی هستن. این یکی از و معمولا شرکت هایی که همواره میدونه نظر فاندامنتال قدی هستن، مثلا بعضی هم شرکت سرمایه گذاری هست، چون ارزش دارایی های اون شرکت سرمایه گذاری معمولا بیشتر از قیمت اون شرکت سرمایه گذاری هست. ارزش دارایی های اون شرکت سرمایه گذاری رو ما تحت عنوان NAV یا NAV میشناسیم. خب NAV یعنی چی؟ Net Asset
بله پس ما انرژی این شرکت رو خب من اینو محاسبه کردم خدمت دوستان و بعضی از خیلی از دوستانم که در گروه حضور داشتن خدمتشون ارائه دادم. یه آقای برای من تمیزش نوشت که کسی به حرف تو گوش نکرد چون که تو باید حد ضرر میدادی، تو باید فلان میکردی. من به خدا رفته تو این گروه های وی آی پی که اصلا معلوم این افراد کیا هستن و اینا میان یه قیمتی مثلا سیستم معرفی میکنن یه قیمتی میندازن بالاخره میشه دیگه بالاخره. و من واقعا چیزی نمیگم، تقدی هم نمیکنم این اعمال این باید انجام بشه که افراد آگاه بشن، افراد بتونن به درستی کارشون انجام بدن. پس بنابراین اونایی که گوش کردن دوستان آقای یکتا شما که توجه کردید به این و من مصر بودم که این کار رو بکنم، به روزی اگر جلوی شما نشستم در این کلاس افتخار کنم بگم با همون یک ساعتی که الان خدمت شما میخوام آموزش بدم شما میتونید یک این پورتفوی رو ببندید. تو پورتفوی آقای پژوهی بده هم در کانال تلگرامی من هست هم در کانال اینستای من هست، البته نوشتم که پورتفوی بسته شد دیگه کافیست و ولی من دیگه پورتفوی نمیخوام به شما الان آموزش بدم، من میخوام به جای ماهی به شما ماهیگیری یاد بدم. خب با توجه به اینکه وقت ما یک مقدار گذشت و ما دیر هم آغاز کرده بودیم من یک مقداری هم اسلاید ها رو جلو ببرم چند تا اسلاید هم خدمت شما بگم و بعد کارمون رو ادامه بدیم. این داستانی که من خدمت شما گفتم که به صورت داستان مطرح شد مطلب زیادی درش بود، امیدوارم اینها یادداشت کنید و به تدریج ملکه ذهن بشود. اما بیشتر بعدا ادامه خواهم داد از این تجربیات بازار رو خدمت شما بعدا منتقل خواهم کرد. دوستان بعضی سوال داشتن، سوالتون رو بفرمایید که نه آقای احمدی کرسی هنوزم 30 تا سهم در بازار هست. حالا ما دیگه جلسه آخر کلاس خودمون با هم دیگه خودتون چک میکنه خودتون استاد میشین ان شاء الله. خب سوال چی بود؟ سوال در زمینه ماهیگیری بپرسید نه در زمینه ماهی. من اینجا نیومدم ماهی بدم خدمت شما. خب 12 حالا دیگه عزتون من یه چیزی هم بخوریم بعد بعضی از دوستانم سر کار بودن خسته هستن. من هم چون میخواستم کلاس درس بدم فقط یک دیوان چای خوردم و آمدم خدمت شما. چه توضیح بدم دوباره؟ نبرو بازم توضیح میدم، نگران نباشید، انشالله با هم هستیم، خیلی کار داریم، خیلی کار داریم. نبرو گذشته نیست آقای علیزاده، نبرو امروزه، ولی اون که شما میفرمایید اون توضیح میدیم خدمت شما. عمل کرده گذشته هیچ ملاکی برای بازی در آینده نیست. درسته. ولی رو نفس صادر نیستن. آره کلاس تا 11 بوده. من امیدوارم که البته ضبطم کردم دیگه. بله ضبطم شده خدا را شکر. بله. آقای احسن آقای جعفرپور خیلی سوال خوبی پرسید. ببینید این سوال ها رو میپرسید من واقعا محظوظ شدم. پرسیدم ببینید برای سرمایه گذار بازار کارا بهتر است یا ناکارا؟ واقعیت این هست برای فرد حرفه‌ای بازار ناکارا بهتر هست از این نظر که بازده بالاتری دارد، اما کلن بازار کارا بهتر هست به خاطر اینکه بازار عادلانه است، به خاطر اینکه افراد که خرید و فروش میکنن ضربه نمیبینن، صدمه مالی نمیبینن. بنابراین اگر من به جای اینکه خدمت شما الان تحلیل فاندامنتال درس بدم، اگر بنا بود که سیاست گذاری بازارهای سرمایه درس میدادم خیلی متفاوت با این صحبت میکنم و سعی میکردم که بازارها رو تا اونجایی که امکان داره به سمت بازار کارا پیش ببرم. بفر فرمودید خب این فعلا. دوستان مسئله دیگر، اگر شما مطلبی هست که نیاز دارید که من خدمت شما ارائه بدم، البته عرض کردم من الان 490 خورده اسلاید تا الان ساختم، دیگه جا نداره، احتمالا یک سری اسلاید میمونه برای دوره بعد که ما خدمت شما ارائه بدیم. من فکر نمی کنم برسم بالای 225 اسلاید رو خدمت شما ارائه بدم، ولی با این حال اگر مطلب خاصی هست که شما نیاز دارید که مورد بحث قرار بگیره در این کلاس، در پیوی برای من بفرستید یا در گروه تلگرامی بگذارید. ما هر روز بنده در گروه تلگرامی هم خدمت شما هستم و پاسخ خواهم داد به سوال ها در گروه تلگرامی.
بنابراین شما اگر که دوستانی تصور کردن فقط ما قرار اینجا 20 ساعت کلاس به شما آموزش بدیم و تموم شد، مطلقا چنین نیست. شما از الان، از این لحظه، از ساعت 9:45 به 9:50 کلاس شروع شد، ما در خدمت شما هستیم تا لحظه آخر. پس مثلا اگر میخواید در مورد NAD صحبت کنم، چشم، من NAD رو وارد در واقع کلاس میکنم و انشالله توضیح خواهم داد. حالا یک سوالی هم جواب بدم بعد بریم سراغ من. آقای راهی نوشتن، استادی سوال ذهنم رو درگیر کرده. الان بازار سمت بنیاد نیست، سمت سهام با قیمت زیر 100 هست. به نظر شما این روال در ذهن سرمایه گذار اصلاح میشه؟ ببینید، این که در تمام دنیا افرادی هستند که از نظر مالی پیچیدگی ندارند و فرضشون بر این هست که اگر قیمت یک سهامی ارزان هست، پس آن سهام ارزان هست. دقیق فهمیدید؟ که مطمئن چنین چیزی نیست. معمولا اگر قیمت یک سهامی زیر 100 تومان هست در ایران به چه معناست؟ اگر یک سهامی ارزان، قیمت اومده زیر 100 تومان، احسن، این شرکت در اصل ورشکستگیه. چرا در سال 96-97 قیمت سهام بانک های ما زیر 100 دلار بود؟ چون بانک ها افتاده بودن به زیاندهی. بانک صادرات، بانک تجارت سودده نبودن، قیمت ارزان بود. اما این مسئله رو باید دقت کنید دوستان، یک مسئله خیلی مهم و اون این هست که فقط اینو پروفسور کدلاک به من میگفتن، یعنی در ما کلاسی داشتیم، کلاس آنالیز سرمایه گذاری یا تحلیل سرمایه گذاری، اینوستمنت آنالیسیس، که در دوره MBA در دانشگاه ویرجینیا تک من بودم. آقای پروفسور کدلاک اونجا به ما سرمایه گذاری درس دادن. پروفسور کدلاک یکی از مشهورترین استادای سرمایه گذاری آمریکا بودن و تاثیرات زیادی در رگولیشن یا در قاعده مندی بازار آمریکایشون داشتن. توصیه هایی کرده بودن که قانون شده این توصیه ها. پروفسور کدلاک میگفتن که ببینید، هر شرکت خوبی ارزنده برای خرید نیست. من یک شرکت خوب خدمت شما معرفی کردم. یک شرکت از شناماسه تولید میکنم، این شرکت سودده، دقیق فهمیدی؟ آیا این شرکت مناسبه برای سرمایه گذاری؟ اگر شما آمدید تحلیل به فاندامنتال انجام بدید، دیدید یک شرکت سودده، آیا مناسبه برای سرمایه گذاری؟ مطلقا معلوم است مناسب باشه. بله، این شرکت سودده، ولی 40 تومن در ماه داره سود میده. اگر قیمت این سهم بین 200 تومن تا 400 تومن بود، من این سهم رو میخریدم. ولی وقتی قیمت سهم 5000 تومن هست، شما نه اینکه دارید 10% 20% بالا قیمت میخرید، شما دارید ببینید با بیش از 10 برابر بالای قیمت میخرید. همواره سرمایه گذاری رو باید با قیمت ملاحظه کرد. اگر آقای سرمایه گذاری آمدی نوشتم 7800 تومان، خیلی برای من جدید بود. هر دفعه این شرکت من داره شوکه کرده تا این روز. خدا به داره کسانی برسه دو ماه دیگه، من نمیدونم چه اتفاقی بود، ولی من بارها و بارها این قضایی ها رو دیدم. یعنی بازار وقتی میره در شاید برای شما جدید باشه، ولی برای من خیلی بارها، من در اون شرایط حضور داشتم که نظام متوقف میشه، کریز میشه، خیلی سخت بود، خیلی سخت. به شما میبینید برای همیشه مسلمان بزنید گردید لازمه. پس دقیق بفرمایید، شما اگر شرکتی خوب هست، خوب هست از نظر آپریشنال، از نظر عمل کرده خوب هست، ولی معلوم نیست خوب باشه برای سرمایه گذاری. اصلا معلوم نیست خوب باشه برای سرمایه گذاری. اگر شرکتی بد هست، شرکتی هست که خوب کار نمیکنه، مشهور بوده خوب کار نمیکنه. من مثال برای شما بزنم، یکی از بانک هایی که الان من نام بردم، این شرکت مشهور، این بانک مشهوره که مدیریت خوبی، حالا برای خیلی موفق نبوده در مدیریت، در فرمودی؟ برای همین تا سال 97 قیمت این سهم پایین بود، اینقدر قیمت سهم اومده بود پایین که به مراتب پایین‌تر از، خب بالاخره این بانک شاید مثلا چند هزار فقط ساختمون و شعبه داره، در فرمودی؟ خب قیمت این سهم اومده زیر قیمت تعادلی، زیر قیمت ذاتی، زیر قیمت منصفانه.
با این که ممکنه که عملکرد شرکت خوب نباشه، با این حال ممکنه که این شرکت ارزنده باشه. پس شما باید به چه نگاه کنید؟ شما باید یک قیمتی به دست بیارید، اون قیمت رو از محاسبات به دست میارید، اون قیمت رو از روش‌های علمی به دست میارید، با قیمت بازار مقایسه میکنید و اون وقت تصمیم میگیرید که آیا سرمایه‌گذاری بکنم یا سرمایه‌گذاری نکنم. من پایزاتون دیگه سوال جواب نمیدم، فقط یکی دو تا اسلاید و خدمت رو نمایش بدم. فقط من اگر از دوستانم کسی میتونه اینجا به من کمک کنه بفرمایید. دوستان عزیز، من جلسه پیش که درس میدادم این اسلاید رو میتونستم به یک نقی بزرگ کنم، الان نمیدونم چطور ممکنه این بزرگ بشه. مکسیمایزم که میکنم روی تصویر خودم هم میاد. من دوباره کوچک میکنم و از شما چون از شما میخوام بپرسم. دوستان وقتی من مکسیمایز کردم شما تصویر بنده رو میدیدید؟ آه نمیدیدید. خب من میخوام تصویر هم ببینید ولی دفعه هم پیدا کردم. آه یادم. احسن. بعد این رو هم میتونستیم اینجوری کنیم. احسن. خیلی درست شد. خب ما شروع میکنیم انشاءالله تحلیل بنیادی یا فاندامنتال. بسیار خوب. و ما آرم کلینیک اقتصاد هم براتون اینجا گذاشتیم. ایفان کلینیک رو مراجعه میفرمایید. این آرم کلینیک اقتصاد هست. فایل اکسل ارائه نمیدم آقای میرزایی. فایل اکسل ارائه نمیدم. کاری که براتون انجام خواهم داد انشاءالله این خواهد بود که شما امروز دوستان دقت بفرمایید. من فکر میکنم اول جلسه گفتم بعضی از دوستان عزیزمون حضور نداشتن در کلاس. حالا من دیگه دو نفر رفتم. حالا دیگه دارم نگران میشم که ادامه میدم بحث. ولی دقت بفرمایید هم خدا خیرشون بده، واقعا آقای مهندس رجبی مدیر عامل شرکت مقدام هم پسورد نرم افزار رو در اختیار شما قرار دادن، یعنی کد دادن به شما، یک ماه دسترسی دارید به نرم افزار. نرم افزار رو دانلود کنید روی لپتاپتون و با این نرم افزار در این یک ماه بازی کنید تا اونجایی که میتونید. هدف ما اینه که این نرم افزار شما یاد بگیرید. منطقه من نرم افزار رو نمیارم سر کلاس نمایش بدم. من با وبسایت کار میکنم. وبسایت رهاورد 365. باز اکانت اون هم در اختیار شما قرار میگیره. هم اکانت، پس هم برید حساب باز کنید برای اینکه دسترسی داشته باشید به رهاورد 365، هم برید نرم افزار و نرم افزار هم دقت بفرمایید. بار اول که نرم افزار رو شما نصب میکنید ساعت‌ها زمان میبره که تمام دیتای بازار در طی این مثلا 20 سال گذشته رو نرم افزار براتون دانلود کنید. اینو خاطرتون باشه. من خودم نرم افزار رو که داشتم خودم اقدام به خریداری، ایشون محبت کردن اصلا نرم افزار رو در اختیار بنده قرار دادن، ولی با این حال من خیلی راحت ترم با وبسایت کار کنم. خیلی وبسایت خوبی های من سجدی در آوردن اتفاقا از پارسال تا الان به برخی از توصیه های بنده هم ایشون محبت کردند و عمل کردن و نتیجه شو هم انشالله میبینیم. ما در اون بحث فیلترینگی که داریم انشالله نتایج بهتری خواهیم خب. من فقط در زمینه پیشینه از خودم که قبلا خدمتتون عرض کردم و پس ببینید ما فایل اکسل بالا نمیاریم در این دوره، در دوره بعد هست که فایل اکسل نمایش خواهیم داد، اکسل درس خواهیم داد. آن مثلا خدمتتون بگم چون اکسل بود پرسیدن. ببینید دوستان عزیز، در هر رشته یک ابزاری دارند. مثلا اگر شما جراح قلب باشی انتظار اینه که حداقل گوشی داشته باشی، همواره انتظار اینه جراح قلب گوشی داشته باشی، یک دستگاهی برای سنجش ضربان قلب و نوار قلبی مثلا داشته باشی. درسته؟ ابزار فایننس کارا در دنیا کنند، ابزار کسانی که کار تحلیلی جدی در دنیا انجام میدن اکسل هست. اکسل کسی وارد نباشه مطلقا موفقیتی در بازارهای مالی بین المللی کسب نخواهد کرد. تمام شد. نرم افزار آماده کسی نمیخره. نرم افزار آماده کسی نمیخره. اینا خاطرتون باشه. این نکته اول.
نکته دوم اینکه البته به اکسل یک سری ادعان اضافه میشه که خیلی میتونه کمک کنه. و یک بانک اطلاعاتی وجود داره که متاسفانه در کشور ما به دلیل مسائل تحقیق ما این بانک اطلاعاتی رو نداریم تحت عنوان بلومبرگ. من حالا در همین زیر می‌نویسم بلومبرگ پروفشنال. این شرکت بلومبرگ هست. همین آقای بلومبرگ یک مدتی هم در واقع شهردار نیویورک شد. این از طریق همین شرکت پولدار شد. در واقع میلیاردر شد. بلومبرگ پروفشنال حالا زمانی که من دبی بودم یه بار خواستم برای دانشگاه خریداری کنم با تخفیفی که دادم بلومبرگ پروفشنال یا بلومبرگ ترمینال من خودم سرتیفیکیت های این رو دارم، مدارک بلومبرگ رو من دوتاشو دارم، هم برای تحویل سهام مدارک بلومبرگ رو من دارم، هم برای تحویل فیکس اینکام یا اون نوع قرضه، هر دوشو من مدارکشو دارم. منوال البته من واقعا این تعداد نخوندم، من مثلا بالاخره شاید چند صد صفحه یا صد صفحه شاید این مدارکشو گرفتم، ولی منوال بلومبرگ اون زمانی که من در بانک کار می‌کردم این حدود 8000 صفحه منوال بود، الان قطعا مرتبه بیشتر هست. ببینید چقدر پیشرفته است و چقدر پیچیده است این بانک اطلاعاتی. من واقعا تعجب می‌کنم از مثلا شرکت مبنا که دسترسی به وبسایت رو با قیمت 200000 تومان دسترسی قائل شده برای وبسایت. البته من در دنیا این نیست، من برای دانشگاه خواستم اینو بخرم 60000 دلار در سال میخواست از ما دریافت کنه که اکانت دانشگاهی در اختیار ما قرار بده. چقدر کنه؟ 60000 دلار در سال. چقدر فهمید؟ آره حالا به هر حال الان تقاضا برای نرفتارشون به شدت افزایش پیدا کرده. ولی به هر حال خیلی به نظر من در ایران خیلی کار سرمایه‌گذاری واقعا میشه خوب کار کرد. یعنی اگر شما بدونید که واقعا در دنیا شما نمیتونید، بعضی وقتا شما نمیتونید سرمایه گذاری درست انجام بدید چون دسترسی به دیتا ندارید، چون به داده گرونی. من اینم گفتم خدمت رو عرض کنم. بعد حالا ما میمدیم این دیتا رو از فایل بلومبرگ دانلود میکردیم، میبردیم روی فایل اکسل. اینجا یک سری ادآن داشتیم. حالا مثلا این ادآن چیکار میکرد؟ یه دکمه رو ما میزنیم تو اکسل، تمام قیمت ها به روز میشد. فقط فرمودید خب همه قیمت ها به روز میشد، اون نسبت مالی هم که ما زیر در آورده بودیم اون هم به روز میشد، خیلی کمک میکرد. مبنا که قیمت نرم‌افزارش گرونه، چند میلیون تومان فکر کنم قیمت نرم‌افزارش باشه، ولی امیدوار نه برای شما که قطعا گرون نمیکنن. شما دیگه الان در واقع با شرکت در این کلاس مورد توجه هست. حالا اگر گرون هم شد شما فهمید، من به خود آقای مهندس رجبی میگم که به شما تخفیف یا با همین قیمت امروز رو خدمت شما ارائه بشه. خب من عرض کردم خدمتتون، من دانشجوی صنعت شریف بودم، مدرک لیسانس هم رو در مهندسی صنایع گرفتم، یک ارشد در اقتصاد و فایننس از دانشگاه ویرجینیا تک گرفتم، مهندسی سیستم ها از مؤسسه میانوران گرفتم با در واقع گرایش اقتصاد. دکترای خودم رو در علوم اقتصادی از دانشگاه تلافو درس گرفتم. شاید اولین ایرانی بودم که مدرک اپارنت فاینانشال ریسک منیجمنت رو که شاید بعضی از دوستان بدونن دو مدرک معتبر در دنیای فایننس داریم، یکی سی اف ای هست یکی اپارنت هست. من مدرک اپارنت رو در سال 2012 دریافت کردم. دوره هایی که دیدم دانشگاه شیکاگو رو با دوره لاین اکنامیکس دیدم، دوره و اقتصاد در دانشگاه شیکاگو دیدم، دوره اکنومتیس در دانشگاه کمبریج دیدم، در لندن اسکول آف اکنامیکس دوره اکنومتیکس دیدم و در ترنتو ایتالیا و سنفای اسپانیا و در سنفای اسپانیا دوره دیدم که در دانشگاه ترنتو ایتالیا استاد در واقع شاگرد آقای پروفسور استیگلیتس بودم که شاید دوستان بشناسن، برنده مشهور جایزه نوبل. بسیار هم با اینکه جایزه نوبل داشته باشید هیچ موفقیت رو در بازارهای مالی برای شما تضمین نمی کنن. در زمینه علمی خب بسیار معتبره، آقای استیگلیتس شما در واقع درس گرفته باشید. ما در مورد بازار فاندامنتال چه میخوایم عرض کنیم؟ پیش درآمد.
من این حداقل این اسلاید برای شما میخونم، حالا از اسلاید بعد و از اسلاید از پس فردا شروع. تحلیل بنیادی روشی است که بدان وسیله ارزش واقعی با ارزش منصفانه بازاری تعیینش، ارزش واقعی یا ارزش منصفانه بازاری. ببینید دو تا لغت داره در زبان انگلیسی. در تحلیل فاندامنتال یا فاندامنتال انالیسیس ما میخوایم یک قیمت رو به دست بیاریم، محاسبه کنیم. به دو طریق قیمت رو محاسبه میکنیم، یکی فیر مارکت انالیسیس، فیر مارکت هست، یا یکی انترنزیک پرشت فیر ولیو هست یا فیر مارکت ولیو هست و دیگری انترنزیک ولیو هست. فیر مارکت ولیو یعنی ارزش منصفانه بازار، انترنزیک ولیو یعنی ارزش ذاتی. اینها در برخی مواقع بعضی از اساتید تفاوت هم برای اینها قائل شدن. خب یکی از دوستان گفتن که اسلاید نیست. دوستان اسلاید نیست؟ چطور بعضی رو نمیدونم، بعضی رو میدونم. من این اسلاید با مثل زحمت ما دانلود کردیم. به این طول کشید. امیدوارم مورد بیاد. هست بسیار. دقیقا فرمایید. ما میخواییم ببینید این که حالا من زیر باشه باشه هست هست الان بله بله بفهم الان اومد الان اومد بسیار. خب هر وقت نیست به من بگید، حتی بیایید بالا صحبت کنید، ویسی به من بگید. ببینید ما در واقع کاری که در تحلیل فاندامنتال پیشرفته میخواییم انجام بدیم تحت عنوان ولیویشن شناخته میشه. ولیویشن شناخته میشه. من عرض کردم خدمت شما. پس ببینید این بحثایی که ما داریم میکنیم، یک سری دروس دانشگاهی پیشرفته داره. یکیش ولیویشن هست. درسته؟ یکیش ولیویشن هست که بحث دقیقا همین بحث هست از نظر پیشرفته. بعضی میگن استرایک نیست. حالا به هر حال این ضبط میشه، شما ملاحظه بفرمایید. اجازه فرمایید ما بحثمون رو ادامه بدیم. این ولیویشن هست. از کردم خدمتتون ولیویشن در فایننس هست. در حسابداری فایننشال استیتمنت انالیسیس هست. یا تحلیل صورت‌های مالی. اینا با هم دیگه قرابت نزدیکی هم دارن. یعنی شما اگر می‌خواید در ولیویشن وارد باشید، باید حتما فایننشال استیتمنت انالیسیس بدانید. هدف بنده این هست که در این دوره 20 ساعته مبانی فایننشال استیتمنت انالیسیس رو خدمت شما ارائه بدم. در دوره بعدی Financial Statement Analysis رو بر اساس همون کتاب خدمت رو عرض کردم که در دانشگاه هاروارد نوشته شده و من در سال 2012-2013 کتاب رو تدریس می‌کردم، شاید در دوره پیشرفته برخی از اسلایدهای همون کتاب رو ما استفاده کردیم و اینجا من خدمت شما ارائه بدم و اون وقت احتیاج دارید که شما خودتون حداقل با اکسل هم تا یک حد زیادی آشنایی پیدا بفرمایید که بتونید در واقع محاسبات رو انجام بدید. پس ببینید دو علم اصلی داریم، یکی اینوستمنت، دو علم اصلی داریم که نواست مربوط هست، یکی ولیویشن هست، یکی فاینانشال استیتمنت انالیسیس هست. هر دو پیچیده هستند، هر دو میتوانند بسیار پیچیده باشند. اما دو علم دیگر هم داریم که مربوط هست، یکی اینوستمنت انالیسیس یا تحلیل سرمایه گذاری است و دیگری کورپوریت فایننس هست. ما یک استادی داریم تحت عنوان پروفسور دمودران. پروفسور دمودران، استاد دانشگاه نیویورک. اونایی که زبان انگلیسیشون خوب هست، ایشون یک وبلاگی داره که میاد چیکار میکنه؟ دقیقاً میاد تحلیل فاندامنتال انجام میده. اگر من یک کاری که میخواستم حالا بعداً شاید با هم دیگه ما این کارو انجام بدیم، من ممکنه یک سری کلاسای یک روزه براتون بذارم. اون جداگانه برای کل مارکت ممکنه بذارم. او اینو بینستم دمودران، پروفسور دمودران و میوزینگ آن ده مارکتز، آن ده مارکت بکنم کس نداره. میوزینگز آن ده مارکت، میوزینگز آن ده مارکت یعنی تفکرات در باره بازار. ایشون میاد یک شرکت رو میگیره، ایشون این شرکت رو میگیره و کامل تحلیل میکنه. تو وبلاگش هم میذاره، همه میتونن بخونن. کلا ایشون کلاسای مثلا ولیویشن هم که انجام میداد، این کلاسای ولیویشن هم
این کلاس های ولیشن هم آزاد هست، یعنی شما اگر زبان انگلیسی خوب باشه میتونید کلاس های ولیشن رو ببینید. در دسترس بود لاغت تا چند سال پیش، در دسترس بود در دانشگاه، در وبسایت دانشگاه نیویورک و در وبسایت خود آقای پروفسور دامودران شما میتونستید برید و هم وبلاگ رو بخونید هم، ولی اینها مطالب ابتدایی نیست متاسفانه. وقتی که شما باید بگذارید برای اینکه روی ولیشن تخصص بالا کسب کنید، یه چیزی مثل وقتی است که من این همه صحبت کردم در مورد بیهیویرال فایننس یا مالی رفتاری، که عرض کردم خدمتتون خیلی باید وقت بذارید مالی رفتاری که بتونید ادعا کنید که من تخصص دارم در زمینه مالی رفتاری. این هم انشالله بعدا اگر افرادی علاقه من بودن ادامه میدید. فعلا بریم جلوتر. تحلیلگران بنیادی به دنبال سهام هایی هستن که در حال حاضر در قیمت های بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی آنها مورد معامله قرار میگیرند. چرا؟ خب اگر قیمتی مثلا الان قیمت سهامی مناسب نیست، آیا بازم تحلیلگران به دنبالش هستن؟ بله، برای اینکه در بازارهای دنیا شما میتونید یک سهامی رو شورت سل کنید. من اینجا می‌نویسم پایین، شما میتونید شورت سل کنید. شورت سل یعنی سهامی رو که نداری بفروشید. درست فهمیدید؟ آره، آقای یکتاپور نوشتن که شما سهامی رو به طور مثال تحلیل میکنه. آره، من مثل سهام خاص رو سعی میکنم تحلیل کنم. البته الان چیزی در ذهنم نیست، ولی از سهامایی که قدرت فاندامنتال خوبی دارن، از نظر فاندامنتال قوی هستن، حتی میتونیم با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. حالا میتونه یه شرکت سرمایه گذاری باشه، شرکت تولیدی باشه، یا شرکت های در صنایع مختلف باشه. ما اینها رو با هم دیگه تحلیل خواهیم کرد، نگران نباشید. ولی اول شما دسترسی پیدا بکنید. امروز انشاءالله همه برن و سعی کنن دسترسی پیدا کنن به در واقع اون دو تا نرم افزار، این نرم افزار و وبسایت رهاور. خب دقت فرمایید، حالا من برم قسمت بعدی. چنانچه ارزش منصفانه بازاری یک سهم بالاتر از ارزش روز بازار باشد، آن سهم ارزان قلم داد شده و تحلیلگر توصیه به خرید میکنند. در مقابل تحلیلگران تکنیکال مباحث بنیادی را نادیده گرفته و به مطالعه روند تاریخی سهام میپردازند. من توصیه‌ام این است که اگر در ابتدای روند رونق در بازار قرار دارید، سعی کنید که میتونید از روند تکنیکال استفاده کنید، اما در انتهای روند رونق، یعنی وقتی که رونق داره تموم میشه، بنده عمیقا به شما توصیه میکنم که کل تحلیل ها رو برید به سمت تحلیل های فاندامنت. من از شما تشکر میکنم برای توجهی که داشتید به این کلاس. واقعا افتخار بزرگی است که در خدمت شما هستم و اینکه خدا را شکر کلاس اصلا واقعا همه تقریبا شرکت کردند.